این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در میان هوادارانش به کمیسیون انتخابات این کشور هشدار می‌دهد در صورتی که بازشماری آرام متوقف نشود آرام نخواهند نشست و به اقدامات مسالمت آمیز رو خواهند آورد. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری که اکنون بازشماری آرا را تحریم کرده می‌گوید که برای پاکسازی آرای پاک از ناپاک تا اخیر استادگی خواهد کرد. فقط و تنها به اساس رأی پاک مردم افغانستان می‌باشد. ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیت مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت‌ساز خود ایران کردن. این اعتراض ستاد ثبات و همگرایی پس از آن بالا گرفت که کمیسیون انتخابات افغانستان نزدیک به 300 هزار رای را شامل بازشماری ساخت. اما دو کمیشنر این کمیسیون فیصله سایر کمیشنران را امضا نکردند. ستاد ثبات و همگرایی تاکید دارد که این آرا ناپاک است و باید پیش از بازشماری آرا سرنوشت آن روشن شود. کمیسیون نسی کولی چه بغیر در تفتیش او بغیر در بازشماری رای جدا کی او هغه ته د بایومتریک او غیر بایومتریک نوم ورته ورکی. موږ باید لومړی شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د پلان مطابق او خپله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پلان مطابق ولاړ سو باشماري او تفتیش ته که چیرې د باشماري او تفتیش څخه وروسته د دوی قناعت حاصل نه سو د هر ټاکنیز ټیکټ هغه کولی سي د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي. اینجا محل بازشماری آراست. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز هم به بازشماری آرا ادامه داده است. یک تیم مشخص نمیتونه که در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخلت بکنه و برای کمیسیون بگه که اول 300,000 رای را شما باطل بسازین و بعد از او ما حاضر هستیم که نظارت بکنیم که پروسه تفتیش و بازشماری سر تا سر کشور شروع شود. در کنار ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی، ستادهای صلح و اعتدال به رهبری گلبدین حکمتیار و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل بازشماری آرا را تحریم کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.